44 سال سنمه، نزدیک به 20 سال دارم کشاورزی میکنم. چند سالیه که آقا رحمان زمینش رو به کشت نخود اختصاص داده؟ 3 هکتار از زمینای کشاورزیمو به کشت حبوبات نخود اختصاص دادم. بعد نسبت به گندم زحمتش زیادتره، ولی از لحاظ درآمد دو برابر گندم درآمد داره. همین امر باعث شده که کشاورزان بیشتری به کشت این محصولات روی بیارن. در هر هکتار از یه تن بی حدود 3 تن نخود 6 یا 7 میلیون تومان وارم از سودهی دیری. 250 هکتار کشت حبوبات داشتیم در شهرستان که پیش بینی میکنیم از این صد 200 تن محصول برداشت بشه به ارزش ریالی 1,200,000,000 تومان. محصولی پردرآمد و از لحاظ زراعی مناسب منطقه. به خاطر اینکه حدود 99% اراضی ما دیم هستن، از کشت حبوبات به عنوان جایگزین و تنوع کشتی استفاده کنن. رقم‌های تجاری هم خودی نشون دادن تا مشکلات کاشت حبوبات در این منطقه نسبت به سالهای گذشته کمتر بشه. علاوه بر رقم محلی، ما 4 رقم پرمسئول دیگه به کشاورزان عزیز توصیه کردیم که این ارقام خوشبختانه به امراض و آفات در این منطقه مقاوم هستند. حالا دیگه کرم پیله خار نخود در این مزارع جایی نداره. از زنبور برانکو استفاده کردیم که یک روش بیولوژیکی است و بسیار هم تاثیرگذار بوده. آبدانان برای نخود عدس خیلی خوبه و هرچی هم حاصلشون به دستمون میاد کلن در بازار آبدان به فروش میرسه، اما جای بسته‌بندی و صادرات در این میان خالیه. به دلیل اینکه قیمت تضمینی دولت پایین تر از قیمت بازار است، کشاورزان رغبتی به تحویل محصول به شرکت تامروسایی ندارد. هر شخصی که حاضر به سرمایه گذاری در این بخش از صنعت باشه، ما همکاری میکنیم در صدور مجوزهای اولیه. با توجه به اینکه شغل عمده مردم استان ایلام کشاورزی و دامداریه، توجه به صادرات و حمایت بیشتر از کشاورزان میتونه چرخ توسعه در این استان رو سریع‌تر بشه.